امروز دوشنبه پس از آنکه کارشناسان نسبت به امکان افزایش تولید اوپک و غیر اوپک در اجلاس روز 13 آبان نبراز نومیدی کردند بهای نفت خام بار دیگر افزایش پیدا کرد به نام ناطقی گزارش می دهد. شاخص برنت بهای نفت خام دریای شمال بریتانیا روز دوشنبه 70 سنت یا 8 درصد بالا رفت و به بشکه‌ای 84 و 42 و سنت رسید. شاخص وست تگزاس آمریکا هم با 40 سنت یا نیم درصد افزایش به 8397 سنت یعنی 3 سنت کمتر از بشکه 84 دلار افزایش یافت هر دو این شاخص در یکی دو روز اخیر اندکی پایین رفته بودند ناظران دلیل بازگشت روند سعودی به بهای نفت خام را از یک سو فرارسیدن زمستان و پیش بینی افزایش تقاضا برای سوخت در نیم کره شمالی می‌بینند و از سوی دیگر پیش بینی می‌کنند که تولید کنندگان نفت در اجلاس روز پنجشنبه 13 آبان علاقه ای به بالا رفتن تولید بیش از میزان توافق شده قبلی نشان ندهند. عامل دیگر افزایش قیمت نفت خام بالا رفتن بهای گاز طبیعی است که باعث شده بعضی از نیروگاه های برق در آمریکا و سایر نقاط جهان به مصرف نفت خام روی بیاورند و بنابر یک بررسی رویترز میانگین بهای نفت در پایان سال جاری میلادی در سطح بشکه 80 دلار قرار دارد هفته گذشته در برابر رشد تقاضا در پیامد همگیری کووید 19 اوپک به رهبری عربستان سعودی و اوپک پلاس به رهبری روسیه حاضر نشدند تولید را بیش از 400 هزار بشکه در روز افزایش دهند و بهای نفت خام به, به بالاترین سطح خود در هفت سال اخیر رسید برخی قراردادهای تحویل آینده نفت خام قیمت را تا بشکه 200 دلار بالا بردند دو برابر قیمت بشکه 100 دلار در قراردادهایی که دو هفته پیش خرید و فروش میشد وال استریت جورنال روز گذشته گزارش داد تورم عامل دیگر بالا رفتن بهای نفت خام است روی آوردن مدیران صندوق های سرمایه گذاری در سراسر جهان به خرید قراردادهای تحویل نفت در آینده سبب شده بهای نفت خام در هفته گذشته 11 درصد افزایش پیدا کند از آنجا که بهای نفت و دیگر اقلام همگام با تورم بالا می رود این قراردادها می تواند سرمایه ها را در برابر تاثیر تورم فزاینده حراست کند در آمریکا شاخص قیمت مصرف کننده در ماه سپتامبر 54 دهم درصد سریعتر از ماه قبل بالا رفت و به رکورد سی ساله نزدیک شد در آلمان شاخص بهای مصرف کننده در ماه اکتبر 4.5 درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت که از سال 1993 تا کنون بی بود کارشناسان هشدار دادند که حجوم سرمایه گذاران به قراردادهای تحویل آینده نفت خود عامل بالا بردن پیشبینی تورم و در نتیجه بالا رفتن بهای نفت خام شده است و سبب سقوط بهای سهام می شود که به علت قراردادهای قبلی قادر نیستند افزایش بهای سوخت را به مصرف کننده منتقل کنند